رضا شا روحت شاد، به خاطر دانشگاه و راهن و ارتش و جشن های 2500 ساله ارزونی و اشغال و آزادی و عزت ایران و ایرانی، الحق که این مردم لیاقت بریزو به پاشای تو و پسرتو نداشتن. بریم یه چرخی تو تاریخ بزنیم تا ببینیم آریا مهر سراسر شوکت اعلی حضرت قدر قدرت شاهنشاه رضا ممرضا شون چه گلی به مملکت ما زدن. بخشندگی از مهمترین ویژگی های پهلوی بود، یعنی این خاندان ذره تعلق به دنیا نداشتن، سر همین قضیه بدون چک و چونه بحرین رو میگم ها، استان 14 ایران. جالب اینه که محمد رضا دلیل این کار رو تو مصاحبه با گاردین میدونه که نفت بحرین و مرواریدش داره تموم میشه. خوبه که بدونید الان بحرین جزو مهمترین کشورهای نفتی منطقه است. مادر ما یه دبه ماس میخره، ظرفشو نگه میداره چون مطمئنه یه جایی به کار میاد. بعد تو جزیره رو دادی رفت. کاش فقط همین یکی بود، ولی نه. پهلوی تو تیکه تیکه کردن وطن ید طولایی داشت. مثل بخشیدن کوهای آرارات در پیمان سعدآباد به ترکیه توسط رضا شاه، بخشیدن اروندرود و مناطق نفتی قصر شیرین به عراق توسط رضا شاه، بخشیدن دهکده توریستی فیروزه در خراسان شمالی به شوروی که الان جزء ترکمنستانه توسط محمد رضا شاه، بخشیدن دشت ناامید در شمال سیستان به افغانستان به مساحت 3000 کیلومتر مربع توسط رضا شاه، که با این وطن فروشی سرچشمه رود هیرمند از دسترس ایران خارج شد و الانی که توی سیستان و بلوچستان بحران آب معضل شده به خاطر خیانت همین آقاست. تشنگی هدیه تلخ رضا شاه. دیگه هر انتقادی هم به شاه داشته باشید، مهمون نوازیشو نمیتونید انکار کنید. به طوری که اسدالله علم نخست وزیر ایران توی خاطراتش نوشته، زمانی که سلطان قابوس پادشاه عمان به ایران اومد و رفت، شاه از من پرسید در این دو شب سلطان قابوس چه کرد؟ عرض کردم هر شبی چند دختر در اختیارش بود. فرمودن تازه داماد احیانا ناخوش نشود. گفتم خیر، دخترها ایرانی تمیز بودن و او هم دوستشان داشت. این بشر انقدر آدم مهربون و دلسوزی بود که وسط تعطیلات عید نوروز سال 54 به خاطر مرگ ملک فیصل پادشاه عربستان 7 روز عزای عمومی توی ایران اعلام کرد. هشتگ ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. شکل گیری اولین حلبی نشینی ها در شهرهای بزرگ به خصوص تهران از دهه 40 به بعد و ایجاد اولین کارتون خوابی ها در تاریخ ایران. دیگه نگم از ده ها کاخ لاکچری خانواده پهلوی، کاخ هایی که میشد بلوکاش خونه بشه برای حلبی نشینا. تصویری که از دوران پهلوی توی ذهنمون ساختن اینه که اون زمان همه چی گل و بلبل بوده، اما نیازه تا با حقیقت آشناتون کنم. میخوام براتون تیتر چند تا از روزنامه‌های اون زمانو بخونم. 80% مردم ایران گرسنه و نیمه گرسنه هستن. قیمت زمین 2000% گران شد. شهرستانی‌ها هم از خاموشی‌های برق مینالن. تعداد بی‌سوادها وحشتناک است. مشکلی به نام پیاز. 700% ترقی قیمت‌ها در یک سال. ارقام هزینه جشن های شاهنشاهی اعلام شد. اردکانی ها برای تهیه دارو باید 120 کیلومتر را بروند. دارو گران، درمان گرانتر. امروز دانشگاه ها از گروه های سیاسی پاک می شود. بلوای خونین و حکومت نظامی در اصفهان. افزایش جمعیت کشور خطر کمبود گوشت را تشدید کرده است. هر بهبهانی روزی 1 گرم سهمیه گوشت دارد. گوشت در تهران بار دیگر کمیاب شد. گوشت مسئله روز است. گرانی ناگهانی مصالح ساختمانی. قیمت میوه از تولید کننده تا مصرف کننده 300% افزایش می‌یابد. سال گذشته در تهران 3819 نفر قصد خودکشی کردند. 10000 ایرانی با یک کلیه زندگی می‌کنند. خرید و فروش اجزا و اندام‌های بدن در بورس معاملات. این میشه؟ مگه امکان داره مردم گوش نخورن؟ گوش که نخورن، پرتقال نارنگی که کیلو 6 تومن بخورن چی بخورن آخه؟ میگم که آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، فقط نونم که نباید هوا بخورن. این هزینه‌های زندگی سرسام‌آور که هر روز بدون منطق هر چیزیش گرون میشه، به طوری که امروز شما اگر بخواید نخود بخرید 1 کیلو دقیقاً در میاد هر یه دونش مثلا سریه. حتی محمد رضا هم به این تورما اعتراف کرده. بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است. گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پش 220%، پوست و چرم 200%. روز انقدر ما کار زیاد داریم که حتی اهالی خود ایران برای اشغال تمام مشاغل کافی نیست، مجبور شدیم از خارج آدم بیاریم. قول شما چی قرو؟ ماشین پایی. شما روز چقدر در میری؟ 200. شما چرا کار دیگه مشغول نمیشه؟ کار دیگه نیست من بکنم.
داشتیم اشرافی زندگی میکردیم که انقلاب شد. نه قرار نیست الان با دیدن این عکس و فیلم ها بگیم همه چی تو کشور رو به راهه یا اون زمان همه چی افتضاح بوده. نه قطعا پیشرفت ها و نکات مثبتی هم بوده، اما هدفمون اینه که بگیم اون دوران افسانه ای که از زمان شاه برای ما ساختن قطعا با واقعیت خیلی فاصله داره. این فیلمو ببینید، ایران همین 50 سال پیش در زمان حکومت پهلوی، زمانی که فقط 30 میلیون نفر جمعیت داشتیم، رفیق آمریکا و انگلیس بودیم و خبری از تحریم نبود، به حزب الله و یمن و مظلومین جهان هم کمکی نمی کردیم، ولی ملت مجبور بودن نون تو آب جوش بزنن تیلیت کنن بخورن. چی میخوری بالاخره نازون؟ باید یا نون چیز بخوریم، آب بخوریم، یا بخوریم بچا نون آب رو بزن رو چرا آب جوش بیا نون تیلیت کنه توش. نه آب داریم اینجا، نه برق داریم اینجا، همه مریض، همه کثیف. اینجا محیطش خرابه، یارو بچهش میفرسته انگلیس درس میخونه، فرانسه درس میخونه، ایتالیا درس میخونه، بچه ما تو خرابه درس میخونه، توی آشغالات، توی خرابه ها. بالاخره بیاد آقای، ما هم دین شما هستیم، هم زنگیلی شما هستیم، بالاخره هم نوع شما هستیم، ما هم مسلمانیم، مال آب خاکیم، بیاد اینجا یه وضعی به زندگی ما، به بدبختی ما بندازی تو. ما توی کثافت، توی بدبختی، توی بیچارگی، بچه‌هامو، خودمو، زنمو، همه‌مو داریم توی گند و کثافت داریم اکیس می‌بینیم. جمعیتی که اینجا هنگ زن و بچه دارن، والله به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی می‌کشن. ما میرم سر میدون کارگریم دیگه، اسممون کارگرم، مثل گیدا وا می‌زنم، دستمونو بغلمون می‌کنیم، دوباره برمیگردیم اینجا. از خجالت زن و بچه اونا گریه می‌کنن، ما گریه می‌کنیم. یک کار بکنین که به فریاد ما برسن. سال 1350، یکی از سنگین ترین برف های تاریخ جهان، کشته شدن بیش از 4000 ایرانی و بارش 3 تا 8 متر برف، ناپدید شدن 200 روستا از روی نقشه، کولاکی که در گینس ثبت شد. حالا به نظرتون شاهنشاه کجا بوده؟ تو روزای بدبختی مملکت، بدون در نظر گرفتن شرایط مردم، با خانم بچه ها پیچید به بازی تهران سوئیس، تعطیلات زمستونی و اسکی بازی و عشق و حال. البته خوبه بدونید که این برنامه زمستونی هر سال شاه بوده. وقتی هم که اسدالله علم بعد از 45 روز خوشگذرونی گفت مردم نمیپذیرن و باید به ایران برگردیم، خاطر جنابشان مکدر شد. ماها یادمون نمیاد، ولی مثل اینکه وضعیت رفاهی مردم در زمان پهلوی به حدی خوب بوده که محمد رضا شاه پولهای اضافی کشور رو در بازسازی فاضلاب و باغ وحش لندن هزینه میکرده، به طوری که عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خاطراتش اینطور نوشته: مردم در سال 55 حاضر بودند آب غیر بهداشتی را در شهرهای بزرگی همچون کاشان تحمل کنند، قطعی متناوب برق را نادیده بگیرند، اما دست کم یک قبرستان خوب داشته باشند. جالبه شاه تو سال 53 500 میلیون لیره استرلینگ به انگلیس کمک مالی کرد تا شاید صنایع غذایی انگلیس از ورشکستگی نجات پیدا کنه. این در حالیه که علم در جای دیگه میگه در همان سالی که این مبلغ به انگلیس داده شد، تنها 1% از روستاهای کشور آب آشامیدنی سالم و 4% برق داشتن. ماها یادمون نمیاد، ولی در زمان شاه وضعیت اقتصادی کشور به حدی خراب بود که جان فران آمریکایی در کتابش نوشته در پاییز 1321 نانواها آرد را الک می‌کردند و با آرد الک شده برای ثروتمندان نان می‌پختند و برای بقیه مردم آرد را با خاک اره، ماسه، خاکستر و با خاک مخلوط می‌کردند. بختیار، آخرین نخست وزیر دربار محمد رضا، پرده از واقعیت اون زمان برمی‌داره. من نمی‌خوام که دیگران سوء استفاده بکنن که بگویند ما یه بهشتی داشتیم و خمینی به جهنم تبدیل کرد. نه، بهشتی نداشتیم. حالا بعضیا میگویند که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما داشتیم چنین میشدیم. اینها هم از اباطیل به نظر بنده. ماها بازم یادمون نمیاد، ولی در زمان شاه وضعیت بهداشت و درمان کشور به حدی افتضاح بوده که ویلیام داگلاس آمریکایی در کتاب خودش مینویسه در سال 1329 برای تمام جمعیت ایران 18 میلیون جمعیت بوده، فقط 1700 نفر پزشک وجود داشت. جمعیت کل تخت خوابهای بیمارستان ها اگر بیمارستان های ارتش را هم به آن اضافه کنیم از 5000 تخت تجاوز نمی کرد. 68% از جمعیت بزرگسالان بی سواد بودند. 60% از کودکان نمی توانستند دوره دبستان را به صورت کامل طی کنند و تنها 30% از داوطلبان کنکور می توانستند وارد دانشگاه ها شوند. پهلوی دوستا یکی از افتخارات رضا شاه رو ساخت اولین دانشگاه ایران، یعنی همین دانشگاه تهران الان که
تازه همونم مدیون افراد نخبه‌ای مثل پروفسور حسابی ها بوده رو ازش به عنوان خدمتی بی‌بدیل یاد میکنن. جالبه بدونید که سابقه ساخت اولین دانشگاه به قبل از تولد رضا شاه برمیگرده. دانشگاه‌های جندی شاپور و بعدش هم دارالفنون و دانشسرای عالی علوم سیاسی که اتفاقا خدمات بی‌نظیری هم به علم و دانش در ایران کردن. اینا رو که گفتم خوبه بگم براتون که تا قبل از انقلاب 223 تا دونه دانشگاه داشتیم، اما بعد از انقلاب تا الان بیش از 2500 تا دانشگاه ساخته شده. ارتش بزرگ و مستقل، دیگر افتخار پوشالی پهلویچیا. میگن رضا خان تونست ارتشی منظم و کارآمد درست کنه که از تمامیت ارضی ایران دفاع کنه. ارتشی که متشکل از نیروی زمینی، هوایی، دریایی و مجهز به تکنولوژی‌های روز دنیا. در اینکه رضا شاه ارتش ساخت شکی نیست. فقط سوال اینجاست چطوری میشه ارتشی به این قوت با اون شکوه افسانه‌ای که از اون یاد میشه، چطوری در جنگ جهانی دوم هیچ کارایی نداشت و رضا خان با داشتن این قدرت چطور نتونست در مقابل نامه دو خطی سفارت انگلستان بایست و به راحتی تبعید و پذیرفت و حکومت رو رها کرد. رضا خان ارتش خوبی تشکیل داد، اما نه برای مقابله با بیگانه، بلکه برای کشتن گروهای مختلف داخلی. ارتش رضا خان داخلی بود و هیچ تهدید خارجی رو دفع نکرد. ارتش پهلوی توی تاریخ بزرگترین خریدار سلاح جهان نامیدن که حتی به سربازهای آمریکایی و انگلیسی که تو ایران بودن حقوق میداد. 33% بودجه کل کشور رو صرف ارتش میکرد، در صورتی که الان فقط 5% بودجه کشور به مسائل نظامی تعلق داره که اکثر تجهیزات هم تولید خودمونه، تازه صادر هم میکنیم. شما باشید کدوم افتخار میکنید؟ داعشی به نام رضا خان. شاید کرکوپرتون بریزه، ولی باید بگم تنها جنگی که رضا خان کبیر در اون به پیروزی رسید نبرد با عشایر عرب خوزستان خودمون بود. قضیه از این قراره که عشایر خوزستان به افزایش مالیات اعتراض کردن. رضا خان هم دستور داد با هواپیما همه اونا رو بمبارون هوایی کنن و با اقتدار همه رو کشت و این اتفاق رو توی لرستان هم تکرار کرد. رولازم رو که دیگه همتون میشناسید، مرحوم رولازم یه زمانی گنده لیدرهای براندازی جمهوری اسلامی بود. همه اونوریا هم قبولش داشتن، مسیح و بادمجونای دورقابچینش هم جوجه هاش بودن. حالا بریم نظرش رو در مورد پهلوی ببینیم. خود آقای پهلوی الان تو اقوام خیلی ها محبوب نیست، اصلا تو کردستان محبوبیتی نداره، تو اهواز محبوبیتی نداره. اینو بچه اساسی میگه، اونم نسبیه، به دلیل اتفاقایی که زمان پدر ایشون افتاده، زمان پدر بزرگ ایشون افتاده، بالاخره کشتار شده، خون زمین ریخته شده، اینا که چیز نیستش که، یعنی این دیگه تاریخ من نمیگم. افتخار پوشالی بعدی، خط راه آهن که جزء افتخارات رضا شاه به شمار میده. شاید براتون جالب باشه که بدونید این خط راه آهن به دستور انگلیسی ها از جنوب به شمال کشور کشیده شد. این راه آهن با پول ملت ایران ساخته شد، اما منافع اون منحصرا به انگلیسی ها رسید. اونا از این مسیر به نفت باکو و قفقاز راه پیدا کردن. تازه تونستن 3 سال بعد در طول جنگ جهانی دوم با استفاده از همین مسیر ضربه های مهلکی به دشمن دیرینه خودشون یعنی روس ها بزنن. در واقع این راه آهن مسیری بود برای کمک به متفقین و عملا هیچ سودی برای ایرانی ها نداشت، چون از هیچ مرکز شهر مهمی جز تهران عبور نمی کرد و هدف اصلیش هم مسافربری نبود. پهلویچیایی که راه آهن و میراث رضا شاه میدونن به این نکته توجه کنن که حتی پسرش هم این کارو خیانت اعلام کرد. محمد مصدق تو خاطراتش از قول محمد رضا شاه نقل میکنه که محمد رضا گفت پدر من خیانت کرده است، راه آهن سراسری را فقط برای جلب رضایت انگلیسی ها ساخت. جایگاه ایرانی ها رو توی مملکت خودشون در برابر انگلیسی ها از دهن هویدا بشنوید. من در اولین برخوردم با کشورم شهر اهواز و آبادان، این در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیس ها، هیچ فراموش نمی کنم اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ، ما با سگ هم ردیف، ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت. جشن های 2500 ساله، اسمی که حس و غرور ملی گراییمون رو به وجد میاره، اما وقتی از ریز جزئیات این جشن با خبر میشیم مو به تنمون سیخ میشه. جشنی که تو اون بیش از 200 میلیون دلار پول مملکت خرج شد، اونم در دورانی که 96% از مردم ایران حتی برق نداشتن. جالبه بدونید همه کس و همه چیز توی این جشن پیدا میشد، اما کسایی که جاشون خالی بود خود ایرانیا بودن. بزرگان 65 کشور مختلف به این جشن دعوت شدند، حتی خدمتکارها هم وارداتی بودند. صدها معمار و طراح فرانسوی بیش از یک سال کار کردند تا چادرهای اسکان میهمانان در این بیابان را بسازند. تمام سرآشپزان از فرانسه آمده بودند، 30 تن وسایل آشپزی وارداتی از پاریس، 600 مهمان برای حدود 6 ساعت غذاهایی خوردند که تکرار شدنی و فراموش شدنی نیست. 15000 درخت وارداتی، این درست در وقتی بود که ایران از کمبود شدید آب رنج
رنج می برد. 50,000 پرنده آوازخوان از اروپا و 20,000 گنجشک از اسپانیا آوردند که به علت کمبود آب و گرمای 40 درجه هوا بیش از نیمی از اینها در بیابان تلف شدند. 12 تن شراب گران قیمت. شاه حتی در بیابان یک زمین گلف هم ساخت. روشن کردن خیابان‌های بیابانی جشن توسط شرکت نفت با مشعل‌های متصل به بشکه‌های نفت. هنگامی که مهمانان خارجی جگر غاز و خاویار می‌خوردند، هزاران ایرانی در همان روستاهای اطراف فارس گرسنه بودند. فرح در جواب به منتقدین جشن گفت: به کسی چه مربوط است ما پولهایمان را چطور خرج میکنیم؟ این هم خرجی همچون مخارج روابط عمومی ها برای معرفی ایران. علم هم گفت: حالا که پول داریم، اگر نداشتیم هم مردم ایران باید لحاف و تشک هایشان را میفروختند و این جشن را برگزار میکردیم. حالا دیگه تصمیم گیری با خودتونه که این جشن به نفع مردم ایران بود یا به ضرر. از فسادای مالی ممرضا هم که دیگه نگم براتون. ربع پهلوی تو برنامه پارازیت سال 2011 رسما قبول کرد که پدرش 62 میلیون دلار از اموال مردم ایران رو برده یا به قول ما دزدی کرده. بنابراین ما می‌خوام ببینیم که چقدر بوده این ثروتی که از ایران اومده بیرون. حدود 62 میلیون دلار. حدود. اما نشریه‌های خارجی عدد رو خیلی بالاتر از این چیزی که گفته شده اعلام کردن. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی یکی از بزرگترین دزدی‌های تاریخ جهان رو توسط محمد رضا تخمین زده که معادل 35 میلیارد دلاره. کی فکرشو می‌کرد؟ با این پول میشد 7583 تا بیمارستان ساخت. اصلا میشد به هر ایرانی 140 گرم طلا داد. حالا به نظرتون جاوید شاه یا چاپید شاه؟ درسته شاه کلی پول و جواهر چاپید و رفت و به زن و توهین میکرد و کشور از مستشاره خارجی پر کرده بود، ولی عوضش به زبان انگلیسی مسلط. جالب اینه بعد از فوت محمد رضا تمام اموال دزدیش پول ما میرسه به پسرش رضا، یعنی همین ربع پهلوی، و اون رو در 17 سالگی طبق همین سنه تبدیل میکنه به ثروتمندترین پسر جهان. اون وقتی که ایلان ماسک و بیل گیتس مد نبود، ما مولتی میلیاردر داشتیم. حالا مگه مهمه با پول مردم ایران بوده یا نه؟ بالاخره زحمت کشیدن. مثلا تو میدونی جا دادن این همه پول تو چمدون و گذاشتنش تو هواپیما چه دردسری داره؟ ببری اونور خالی کنی، دست سنا شهر غریب باز ببری بانک، نوبت بگیری، باج خالیشه، امضا کن. یه عمر بدون هیچ شغلی با پول مردم ایران داره زندگی میکنه، تازه طلبکارم هست. مشتی تو پول کراواتی که بستی از جیب ما مردم چاپیدی. گنده نیا دیگه. اگه اون میراث بادآورده نبود، نهایتاً باید توی رستوران ظرف میشستی. حالا مثلا نهایتاً دیگه حسابدار بودی دیگه مثلا. خیلی محمد رضا شاه 3 بار ازدواج کرد تا یه پسر به دنیا بیاد، چون فقط پسر شایسته ادامه حکومته. اصلا فوزی و سریا رو واسه همین طلاق داد. تاریخ دردش میگیره وقتی امروز خاندان فراری پهلوی شعار زن زندگی آزادی سر میدن. اصلا کسایی که به پهلوی وکالت میدن، به نظر من صلاحیت نظر دادن درباره زن ها رو ندارن، چون اربابشون نظر دیگه ای داره. Your Majesty, in a man's life, women count only if they are beautiful, graceful, and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, Your Majesty, you said all these things. This I have said. So you don't feel that women are in that sense, equal, that they have the same intelligence or ability? Not so far. Maybe you will become in the future. You can always have some exceptions. Here and there. But yes, but on the average, I repeat again, when have you produced the top scientist? با توجه به تمام تفاصیل آقای رضای پهلوی، ما وکالت نگهداری گربای محلمون هم به تو نمیدیم و اتفاقا انتظار داریم تمام اموالی که از جیب مردم ایران به جیب زدی و پس بدی. مثل کاخ منهتن نیویورک، کاخ کاپری ایتالیا، قصر مجلل سنت موریس سوئیس، بازم بگم زمین بولی هیلز لس آنجلس، املاک کوههای راکی، جزیره 700 میلیون دلاری در اسپانیا. ما طلبکار شاه هستیم، نه وکالت دهنده به دزد. ما به دزد جیبمون وکالت نمیدیم، چون معتقد دیم شاه دزدی نکرد، دزد شاهی کرد. باباش که وکیلتون نبود، ثروت مملکت رو بالا کشید و الفرار. خدا به خیر کنه از این که دارید بهش وکالت هم میدین. ربع پهلوی گفته قبل جمهوری اسلامی هر کسی اعتقادات خودشو داشت. پهلوی به هیچ اعتقادی توهین نمیکرد. حالا که دارید بهش وکالت میدید، ازش یه سوال بپرسید. کشتار صدها نفر در مسجد گوهرشاد مشهد، به اعتراف ارتش بود قره باقی، 350 شهید توسط پدر بزرگش رضا پهلوی قل دور که در اعتراضات به کشف حجاب تحسن کرده بودند، در راستای احترام به عقاید مذهبی بود دیگه.
فراموش نفرمایید که در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر چه اتفاقاتی افتاد. در همین صحن مشهد 350 نفر یا 300 نفر رو به مسلسل بستند. مردم بهمن 57 در خاک خودشون به خمینی وکالت دادن، نه در خاک کشور خارجی به یک شاهزاده فراری که دستش تو جیب مامانش. خوبه ببینین که شبکه‌های آمریکایی معارض شاه رو چطوری برای مردمشون معرفی میکنن. Perhaps the best known US or CIA installed puppet is this fella, Mohammad Reza Pahlavi, better known as the Shah of Iran. He protected U.S. oil interests and the Brits from 1953 to 1979, but may have overplayed his hand, leading to his ouster, which left us looking for a new puppet in the region. به این میگین عزت نه؟ خوب شد معنی عزت هم فهمیدی. ببین رفیق، حتی اگه حامی جمهوری اسلامی هم نیستی، حامی خائن به کشورت هم نباش، پهلوی اون چیزی نیست که تو در موردش فکر میکردی. من فقط یه گوش از بلایی که این خاندان سر این خاک و مردمش آوردن رو برات گفتم. یه تصمیم با خودته که چشماتو ببندی روی حقیقت یا تصویر غلطی که توی ذهنت از پهلوی ساختی رو پاک کنی. فقط حواست باشه اگه امروز دل بدی به چرندیاتی که در مورد خوشخدمتی و میهن پرستی پهلوی گفته میشه، پس فردا تو تاریخ بگن ریگی هم تاجر وطن پرست بوده، باور میکنی. و در آخر نظر اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران و داماد شاه رو هم ببین. مقصر ماهای خراب کردید، فساد بود، دزدی بود، کسی به روی خودش نمیخواست بیاد، حبس بود. آتیه ایران رو به قول فرنگی‌ها روزی میبینم، آتیه ایران بسیار عالی میبینم. گذشته ها گذشت، 80 میلیون جمعیت رو آب دادن، برق دادن، راه دادن، کار آسونی نیست. کردن من که بد نمیتونم، سرم که میخوان بزنم یه دارم بکشن. هیچ خارجی عاشق ایران نیست، عاشق خودش، منافعشو. اونی که از عرب پول میگیره، اونی که از سیاهیل میگیره، اونی که از اسرائیل میگیره، هر کدوم که هستی هم دارن، اینا هیچ کدوم برای آینده ایران به درد نمیخورن. و اما جمهوری اسلامی